من اصولا از دوران طفولیت و از سنین خیلی 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 کم، دو سه سالگی، خیلی نسبت به بیرون و همطوری که سنم بالاتر رفته نسبت به هستی کنجکاوی بسیار بسیار زاید الوصفی داشتم و در خصوص بحث چیستی خالق و چیستی و چرایی خلقت والا به طور کلی اینا رو دستبندی میکنم، همواره سوالمند بودم و همواره کنجکاوی بسیار زیادی داشتم و دوران طفولیت کنجکاوی من راجع به فضا شروع شد که اصلا فضا و حجم چیست، این فضایی که این حجمی که این چیزا توش هستن این چیه، یعنی از ماده و خورشید و زمین ها شروع نکرده بودم، از این که این حجمه این چیه، بیشتر توجه کنجکاوی من مثلا به این مربوط به اون من. خلاصه همینطوری که سن بالاتر میرفت میزان کنجکاوی و سوالها و این مسائل هم افزایش پیدا میکرد. یک جرقه هایی در سالهای از 54 سال 54 جرقه هایی زده شد و من به طور متفرقه به یک چیزهایی دسترسی پیدا کرده بودم، مثلا از جمله این چیزها این بود که من میتونستم جواب رادیکال ها و توان ها رو، یعنی هر عددی به هر توانی میشه هم رادیکال هم سکی، هر عددی و هر توانی منها کسی هر شکلی جوابش رو فورم میدادم، این درکش میکردم. خب اینو در اون زمان روزنامه ها و مطالب اینا یه چیزایی رو روی این قضیه نشون دادن، اتفاقایی تو این زمینه که خبرش و اینا رو عرضه کردن. سال 54 سال 55 56 نفر اولی و دومی نمایش به اصطلاح مسابقات سراسری ایران شدم و برنده جایزه بورس تحصیل، یعنی مسابقات سومیش به انقلاب برخورد کرد جایزش بورس تحصیلی بود، ولی زمانی که خواستم از این بورس ها استفاده کنم دیدم این شرایطی داره، مثلا هر جونه شرایطی که هر 6 ماهی بار یک گزارشی بدم کنم کنم، یه دفعه دیدم که مثل که یه ذره این مسئله بورس تحصیلی یه ذره در حاشیه‌اش مسئله داره، من شروع کردم به یه مقداری کار رو به تعویق انداختم به بهانه که یه کار دیگه دارم و این بورس ها رو استفاده نکردم، حتی مدارک و مسائلش اینا هست و این دوستامون در بازرسی در منزل و دفتر این مدارک رو همه به دست دارم دیگه. سال 55 کاخ نخست وزیری هویدا این جایزه رو داده، سال 56 جمشید آموزگار شده نخست وزیر و در کاخ نخست وزیری باز این جایزه رو داده، این همه ثبت و ضبط و مشخص. بعد متأ دوستان عزیزمو بعد از اینکه مدارک رو گرفتن و مشخصه حوالی بورس تحصیل رو از اتهامات من نوشتن همکاری با رژیم سابق. خیلی جالبه که من رو نوشتن که بابا باید شما الان ما رو مورد تفقد قرار بدیم، بعد از انقلاب ما کلی ادعا میتونستیم بکنیم، متأ برای ما اینا مبدأ نبود. و خلاصه کلام اون قضیه که اتفاق افتاد اینا که در باب ریاضیات و حدایات زیاد نظر منو جلب نکرد، یعنی واقعیتش این که بازی میده خود بازی کردم باش و جذابیت زیادی داشت و میتونست ادامه پیدا کنه به جایی برسه، برای من زیاد چیز نبود، یعنی جواب سوال من نبود، پاسخ و دریافتای من نبود و این ادامه پیدا کرد تا تقریبا میتونم بگم مثلا 10 آبان 57 که یه جرقه ذهنی دیگری بخشی از روابط حاکم بر جهان هستی رو برای من باز کرد، یعنی یه دفعه من توی این دریا میتونم بگیم جرقه ذهنی بگیم مثلا الهام، چون همه واژه ها بالاخره هر کدومش باری داره و هر کدومش یه طبعاتی داره، اشراق بگیم، شهود بگیم، نمیدونم هر چی که اسمشو بذاریم، این اتفاق افتاد و من
متوجه سری از روابط حاکم شدم و درک این هوشمندیه، رابطه این هوشمندیه، بحث اکوسیستم، تعریف اکوسیستم، این تعریف اینکه تعریف بیاد و درکش که بیاد بعد باید تعریفش بکنیم، یعنی ابتدای شهوده، بعد این کلام ما باید اینو بیاد چیکار کنه بگه من چی درک کردم. مثل همون خوردن سیبه که حالا شما میخواد مزه سیب رو تعریف بکنید، حالا میخواد بگید که چی دیدیم، چی احساس کردیم، چی متوجه شدیم. خب توی این ادراکات خیلی چیزها قرار داشت که قبل از اون به هیچ عنوان برای من قابل قبول نبود، قابل درک، یعنی قابل این که بیام بگم که حالا به دلیل که خودم بیشتر فکرم علمی بوده اصلا همچی چیزایی تو جایگاه نداشت، ما فقط طالب بودیم. ولی مثلا نمیدونستیم که بعضا یه موجود غیر ارگانیکی هم مثلا میگم حالا بعدا میگم مثلا میتونه تو اکوسیستم جایگاه داشته باشه. خب این وقتی متوجه شدیم با تفکر قبلی که بالاخره تفکری بوده پایه و بیسش بیشتر علمی بوده، چون من هیچ کار خاصی در زمین معرفتی نکردم که بگم مثلا من رفتم ریاضت کشیدم، میدونم این کارو کردم، اون نمیدونم اعمال عبادی خاص رو انجام دادم، نه خیر اصلا اینجوری نبوده و من فقط طالب بودم، مشتاق بودم و به واقع میخواستم همون کیستی خالق و کیستی و چرایی خلقت رو بفهمم و همه وجودم لبریز و سرشار از این اشتیاق وافر. خب یه دفعه دیدیم که یه سری مجموعه ای از روابط و ارتباطات بیما بین اعضای هستی رسیدیم و در این نمیتونستم در ابتدا با قبول کنم قبول نکنم، آیا من سالمم، آیا مشاورم از دست رفته. و این خب سالهای طول کشید تا من به اصطلاح بیام و این مسائل با واقعیت را تطبیق بدم و متوجه بشم که یه چیزی هست. شبا چندین سال طول کشید تا یه تجربه مقدماتی پیدا بشه، تقریبا یک دهه با کلنجار رفتن با این اطلاعات، اینکه من درست میبینم درست نمیبینم و اگه درست میبینم حالا تعریف چی باشه. و دهه دوم به سازمانش های شروع شد، دیدیم که همه جواب میده، همه یکی بعد از دیگری جواب میده. 15 سال اخیر بحث آموزش پیش اومده، بحث اینی که خب حالا اون چیز رو به فهمی که مختص کرده اینا، حالا بیایم اینو انتقال بدیم دیگران هم انجام بدن و خلاصه بحث آموزش پیش اومده. گستردگی مسئله بسیار زیاده، بحث هستی شناسی، بحث انسان شناسی، بحث خداشناسی، البته میگه خداشناسی خدا رو نمیشه شناخت، ولی منظور این که بالا تا یه حدی کیستی خالق رو بشه مقدمی برای چی و خلاصه بقیه مسائل. و توی این چندین سال فقط شد که البته محدودیت ها و ممانعت ها و مشکلات بسیار عدیده‌ای که در انتقال اطلاعات وجود داشته باید شده ما فقط مثل مقدمه ای بر شناخت کیفی هستی ارائه بکنیم و در حاشیه این بحثی که بوده این گرشته طب مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمتولوژی رو هم بالا عرضه بشه، تست بشه به منزله اینی که ثابت بکنه یک عامل هوشمندی وجود داره. و حالا در واقع ما یک اینترنت کیهانی داریم، در این اینترنت کیهانی ما میتونیم وارد بشیم، کانکت بشیم به سایت های مختلف، راه هست هر کدوم ما مثل یه سایت میمونیم و اطلاعات ما اطلاعات مقابل میشه رفت اومد و میشه به منزله های مختلف از این اینترنت کیهانی استفاده کرد، مثبت منفی. خب میشه سایت رو هک کرد، میشه سایت رو توش خرابکاری کرد، میشه سایت رو توش نمیدونم آبادش کرد،
نمیدونم ایبیابی داشت، نمیدونم ریکاوری، برنامه ریکاوری، برنامه مختلف و و همین چیزا تو دریافت ها بود. خب حق بدین که باور نکردنی بود، حتی به صلاح برای من که عمری منتظرش بودم، وقتی اومده بود نمیتونستم باور کنم که همچی چیزی میشه یا نمیشه. بنابراین اولین ناباور خود من بودم. بله با این پدیده به صلاح که رخ داده، آیا باورش کنیم یا باورش نکنیم؟ و من با یک به هر حال وقفه‌ای که تا اومد در واقع کاملا عملی شد، یک 15 سال رو به خودش اختصاص داد و با دقت نظر خواست که یعنی اولین شکاک و اولین ناباور خود من بودم و تمام اون چیزهای لازم رو به معرض بررسی و آزمایش دقیق قرار دادم. وقتی مطمئن شدم که دیگه اومدیم به صورت عام روش کار کردیم. خب حالا این اینترنت کیانی که هر سایتی باید که پازای خودشو داشته باشه، خود ورود داشته باشه، وگرنه حالا میتونه مورد هک شدن قرار بگیره. و بله هم موضوع که الان داریم واردش میشیم، اصل هوشمندی که شاید تو سوالای دیدن باشه، بحث 2012 به یکی از هم اونا ورود به اصل هوشمندی شدیم که در این اصل هوشمندی هر کدوم از ما به زودی تحت یک اینترنشنال کدی پیدا میکنیم و تو این اینترنت کیهانی هم همه میدونن که دیگه همه میدونن اون رو. یه چیز دیگه از بچه های کوچیکو هم میبینی که از وجود چنین اینترنتی با خبرن و به منزله های مختلفی مایلن از این اینترنت کیهانی استفاده کنن. یعنی بشر پا به یک عرصه جدیدی میگذاره و متوجه میشه که یه تحصیلاتی دیگه هم هست، یه چیز دیگه هم هست غیر ماده و انرژی. ما چیزای دیگه هم داریم و حالا کاربردش هم مثبت و منفی هم بر همگان آشکار میشه، همونطور که اینترنت هم کاربرد مثبت و منفی هم داره با همین مسائل و حفاظهایی که این سایت ها رو باید خب حفاظت بکنه، آنتی ویروس هایی نمیدونم که باید میدونم چیکار بکنه و خلاصه یه دنیای جدید. این اینترنت چجوری سرور هم داره؟ سرور داره که بی سرور که نمیشه که سرور داره چه سروری؟ بله بنابراین این یک بعد چیز تاریخچه خیلی مختصری از مثلا این مسئله بوده و هست. و امروز ما یعنی در عرض این مدت بحث استفاده مثبت از اینترنت کیهانی رو اومدیم با هم تجربه کردیم و من در ابتدا زمانی که اون باب باز شده بود خب هر دو تا درم باز بود. روالش هم اصلا همینه، روالش همینه که یا این بیاد زودتر اونم میاد یا اون بیاد این میاد یا اصلا دو تا در رو باز میکنن تا ببینن شما واقعا چی میخواید. واقعا حالا اگه درها رو باز کنن، ما که دنبال اشتراقیم یا یک انسانی که دنبال ادراکه، همه درها رو باز کنن یه دفعه یه اون گفته که کیستی خالق، کیستی چرایی خلقت بلان. حالا که دنبال اینه اگه شیرینی هم نشونش بدن امکان داره که اینو بیل کنه بره دنبال اون. این یک آزمایش مهمی و این آزمایش مهم رو همیشه ما گذرت کردیم، همیشه یادآوری کردیم. خب خود ما این در برام باز شد یا بله دیگه این خوشمزگیش و شیرینش و حلوا بودنش و اینا که دیگه خب مشخصه. حالا برای خود منم باز شده بود، مثلا یه اسم رو اگر میشیدم میتونستم بفهمم این کیه، چیه، چطوریه، یعنی کاملا میتونستم تجسس کنم. خب اگه با تلفن صحبت میکردم میتونستم اون برای کسی با من صحبت میکنه کیه. بعد نمیدونم یا دیگه یه چیزای بچه بازی مثل که حالا اینجا دوست اومده این کیه، از این ماجرایی که یه خورده ما تجربه کردیم. البته
جذابیت این وقت برای من منتخب اونم بود که حالا تو این آگاهی ها بود که در واقع همون بحث کمال میخواد، قدرت میخواد، که یه رفعه یه بیداری باعث شد که در واقع این جریان از نظر خود من به یه خلوصی برسه و من یه رفعه اون بخش به اصطلاح شیرینشو که حالا خیلی چیزا توش بود، بعضی از اون دوستان سالهای اولی این قضیه هم یه تجاری بیرون این مسئله کردن و جذب همین مسئله شدن و الان در گوشه کنار مختلف دنیا هم دارن یه کارهایی میکنن و سرشون دیگه گرم و شیرین هم. ولی خدا رو شکر که من واقعا همیشه خدا رو شاکرم به خاطر اینکه یه لحظه اون توجه من به مسئله جلب شد و تونستم اون بخش بذارم کنار و دیگه از اونجا به بعد ما رسماً شدیم معرف هوشمندی مثبت یا اینترنت کیانی، منتها اون چیز مثبتش استفاده و کاربردهای مثبتش. اینا رو هم عرضه میگم خدمتتون که بدونید چرا ما بعضی موقع ها روی مسائل استفاده منفی حساسیم. نه حسادت داریم، نه میخوام که چیز نشه، نه میخوام کسی محروم بشه. اگه قرار استفاده کنیم خودمون استفاده میکردیم میومدیم دیگه. پس اگه ما کنار گذاشتیم علت خاصی داشته برای مسئله کاملا مطمئن هستیم که میبایست این کار رو میکردیم و خدا رو هم شکر که انجام شده.